سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. آزمایش‌های بالینی یک واکسن دیگر کرونا در آمریکا نشان می‌دهد که تقریباً 95% موفق عمل کرده، به ویژه بر بزرگسالان که بیش از بقیه آسیب پذیرند. این شرکت که با نام مادرنا معروف است گفته در حال بررسی‌های بیشتر و ظرف چند هفته آینده برای کسب مجوز از مقام‌های مسئول در آمریکا اقدام می‌کنه. پیشتر شرکت آمریکایی فایزر از موفقیت 90% واکسن خودش در برابر کرونا خبر داده بود. چندین شرکت دیگه هم در آمریکا و کشورهای دیگه به طور همزمان مشغول تهیه و آزمایش واکسن کرونا هستند. When we got the room from got the news from the data and safety monitoring board, I'll admit وقتی ما اطلاعات رو از هیئت بررسی دریافت کردیم، راستش رو بگم نیشم تا بناگوش باز شد. برای اینکه انتظارش رو نداشتم و هیچ کس فکرش رو هم نمی‌کرد که واکسن ما 94% در پیشگیری از کووید 19 موفق باشه. اما از اون جالب‌تر این بود که در پیشگیری از کووید وخیم 100% موثر بوده. ما در آزمایشامون 11 مورد وخیم داشتیم، اما هر 11 نفر برای بررسی تاثیر روانی واکسن غیر واقعی بهشون تزریق شده بود. این یعنی واکسن ما در پیشگیری از این همه‌گیری مؤثره و امیدواریم که بتونیم از این شرایط جلوگیری بکنیم. این رو که بذاریم کنار خبر هفته پیش درباره واکسن فایزر، می‌بینیم که الان دو تا واکسن داریم که بیشتر از 90% مؤثرن. ما حالا ابزار لازم رو داریم که به این ویروس غلبه کنیم و این به نظرم بهترین خبر این روزهاست. ما الان دارو رو در اختیار داریم و فقط باید به دست مردم برسونیمش. And I think that's probably the best news of the day for all of us is that there really are now solutions in our hands and we need to deliver them to the people who can use them. رئیس شرکت داروسازی مادرنا بود، اما برای بحث بیشتر در این مورد فرزین کمانگر، پزشک و اپیدمیولوژیست از بالتیمور در آمریکا با ما هست. آقای کمانگر، شرکت مادرنا جزو اولین شرکت هایی بود که شروع کرد به تولید این، یعنی آزمایش هایی رو در مورد این مسئله انجام بده. چقدر این واکسن و اون واکسنی که شرکت فایزر ساخته بود با هم تفاوت دارن؟ این دوتا واکسن، اولا سلام خدمت شما و بینندگانتون، این دوتا واکسن بسیار به هم شبیه هستن. هر دوتاشون بر اساس RNA هستن که در واقع دستور میده که پروتئین های شبیه اون واکسن ویروس کووید درست کنه و بدن نسبت به اونها آنتیبادی درست میکنه. منتها به نظر میاد اینی که مدرنا درست کرده یک ادوانتج مهمی به اونی که فایزر درست کرده داره. اونی که فایزر درست کرده برای نقل و انتقالش دمای منهای 70 درجه سانتیگراد لازم داره که کار مشکلی است، ولی اینی که مدرنا درست کرده در منهای 20 درجه که یه فریزر معمولی هستش تا 6 ماه میتونه بمونه و در یک یخچال معمولی هم تا چند روز میمونه. بنابراین نقل و انتقال این که مدرنا درست کرده بسیار آسون تر خواهد. و نقل و انتقال هم یکی از بسیار مفید مشکلات 90% که بسیار عالیه. نقل و انتقال هم که شما بهش اشاره کردید یکی از مشکلات اساسیه، چون به هر حال این واکسن ها باید به کشورهای دیگه هم منتقل بشن. چقدر فکر میکنید تا چه مدتی طول بکشه که بتونیم به حجم انبوهی از این واکسن ها در اختیار مردم قرار بگیره؟ برآوردها این استش که تا آخر امسال حدود 50 میلیون دوز از اینها تولید میشه. تا آخر امسال، منظورم سال میلادی هستش، تا 2 ماه آینده. هر نفر 2 تا از اینا میخواد. بنابراین 50 میلیون فقط برای 25 میلیون نفر به درد میخوره که اونها عمدتاً کادر درمانی در آمریکا و اروپا خواهند بود. برای اینکه به گروه عمده‌ای برسه واقعا در حد میلیاردها باید تولید بشه و فکر می‌کنیم این تا آخر سال 2021 طول بکشه که به همه برسه. شاید در بعضی کشورها سریع‌تر باشه، مثل آمریکا. برآورد این هستش که یه حجم عمده‌ای از مردم تا اپریل یا می سال آینده، یعنی اوایل بهار، بگیرن، ولی برای بقیه دنیا واقعا چندی ماه بیشتر طول می‌کشه تا همه بتونن بگیرن. ممنونم از وقت شما دکتر فرین کمانگر، پزشک و اپیدمیولوژیست.